درود فراوان، خیلی خوش اومدید. من اله مهرپرور از استودیو نهگردون میزبان شما در یک اپیزود دیگه هستم. محمد درویش مهمان بنده هستش در این اپیزود، فعال محیط زیست، و میخوام امروز راجع به بحث صنعت گردشگری و محیط زیست باشون صحبت بکنیم. آقای محمد درویش، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما خانم مهرپرور و سلام بر همه هموطنانی که صدا و تصویر ما رو میبینن یا خواهند دید و خواهند شنید. خیلی خوش آمدید. ممنونم. موضوعی که با هم انتخاب کردیم و راجعش صحبت بکنیم و البته تخصص شما هم هست، تأثیری که صنعت گردشگری میتونه روی محیط زیست بذاره، و قراره که حالا ابعاد این موضوع رو توی حالا یه ساعت گپ و گفتی که با هم داریم بررسی بکنیم. من خودم که حالا برای این موضوع یکم مطالعه و اینو کردم، برام خیلی جالب بود چیزایی رو حالا به عنوان اثرات گردشگری خوندم روی محیط زیست که خودم تا حالا بهش فکر نکرده بودم. مثلا یه آماری میخوندم راجع به تاثیراتی که این صنعت به آلودگی هوا میذاره. اگر اشتباه نکنم سال 2022 بود، یه سایتی هست به نام استاتیستا که حالا آمارای اقتصادی خیلی مختصر مفیدی رو ارائه میکنه و اعلام کرده بودش که نزدیک 3 میلیارد نفر در واقع پرواز هوایی داشتن توی سال 2022، و خود این خب میتونه یه اثر در واقع خیلی زیادی رو روی بحث آلودگی هوا داشته باشه به واسطه در واقع هم پرواز هواپیماها، و این میتونیم بگیم که یکی از اون ساید افکت های حالا صنعت گردشگری که به هر حال رو بحث انتقال و جابجایی هستش. یا موضوعات خیلی دیگه، اهم از آلودگی حالا آب و فاضلابی که اماکن گردشگری میتونن ایجاد بکنن، آلودگی های صوتی، تخریب زیستگاه و همه اینا. وقتی میخوندم و همه اینا، حتی آمار ارقامش رو نگاه میکردم، بعضی بعضیش تو ذهنم نیست، متوجه میشدم که واقعا مثل هر صنعت دیگه یه فشار خیلی مضاعفی رو داره روی منابع میاره. خیلی دوست دارم شما نظرتون رو راجع به موضوع بدونم و اینکه اصلا کلا تاثیر زیست محیطی این صنعت چطور هست، چه تو ایران چه تو دنیا. بله، مثل هر صنعت دیگری البته تاثیر داره و به هر حال حضور آدم ها کلا در کره زمین، نفس کشیدنمون، حرکتمون میتونه مخرب باشه برای زیستن. حذف آدم ها هیچ نوع مشکلی رو برای طبیعت ایجاد نمیکنه، در صورت که حذف زنبورها، حذف خرسها، حذف قورباغه ها، حذف پرنده ها میتونه به شدت اکوسیستم رو با تاثیرات بسیار بسیار نگران کننده روبرو بکنه. این خاصیت آدم هاست که به هر حال حضورشون برای زمین منافع کمتری داره تا عدم حضورشون، ولی ما با هوشمندی، با درایت، با خردمندی میتونیم بخش قابل توجهی از این آثار سو رو کم بکنیم. این مزیتیه که انسان به نسبت بقیه زیستمندان داره و اونم اینه که باهوشترین موجود شناخته شده فعلا در جهانه. من به عنوان فعال محیط زیست وقتی نگاه میکنم به سرزمین خودم، به ایران، و میبینم که ایران 150 میلیارد متر مکعب ناترازی داره در آبخانهاش، یعنی ایرانیان در طول 4 دهه اخیر 150 میلیارد متر مکعب بیشتر از اون چیزی که وارد سفره‌های آب زیرزمینیشون شده ازش برداشت کردن، و این باعث شده که دست کم مطابق گزارش سازمان زمین‌شناسی که امسال سال 1403 منتشر شده، بیش از 50 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران با فرونشست بیش از 2 سانتی متر در سال، یعنی 5 برابر اون چیزی که در دنیا به عنوان شرایط بحرانی ازش یاد میکنیم، الان روبرو شده. 50 هزار کیلومتر مربع فرونشست یعنی که تمام سازه هایی که روی این سطوح بنا شده، جاده ها، خطوط آهن، خانه ها و تأسیسات زیربنایی با ترک روبرو میشه و ممکنه که در واقع تخریب بشه. تمام لوله هایی که کار گذاشته شده، لوله های انتقال آب، گاز، نیرو، همه ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیره. خطوط انتقال برق ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره. همین اخیراً در دشت مهیار اصفهان مجبور شدن به دلیل شکاف ها و فرونشست هایی که ایجاد شده بود، چند تا از دکل های انتقال برق رو
تغییر بدن که هزاران میلیارد تومان خسارت زد به شرکت متولی برق کشور. و اینها همه ماجراهایی که ناشی از تعریف اقتصادیه تو کشور ما که به شدت آب محوره. یعنی ما هنرمون متاسفانه این بوده که از محل فروش آب و نه حتی فروش آب، حراج آب، تولید پول و ثروت و کار بکنیم. یعنی تمام حوزه هایی رو که در ایران میبینید یه جورایی به شدت وابسته به آبه. ما از محل این صادرات محصولات کشاورزی با افتخار تولید پول میکنیم، حتی اعلام میکنیم که مثلا تونستیم در طول 3 دهه اخیر صادرات محصولات کشاورزی به خارج از کشور رو 4 برابر بکنیم. تصور بکنید داریم میگیم ایران یه کشوریه که با ناترازی روبروه، فرونشست توش بیداد میکنه. یعنی اگه اینو با یه اندامی تشبیه بکنی، این اندام در معرض خونریزی شدید و مرگه. بعد یه نفر بیاد بگه یه حدیثی ما داریم که میگه اهدای خون مستحبه، اون یکی دستتم بیار من خون ازش بگیرم. یعنی صادرات محصولات کشاورزی، یعنی صادرات آب مجازی از اندامی که به شدت با کمبود آب روبروه. در بخش صنعت کلکسیونی از صنایع آب بر و انرژی بر و آلاینده در ایران مستقره. یعنی صنعت سیمان، صنعت فولاد، صنعت پتروشیمی، پلی اکری، سفال، کاشی، شیشه، اینها در شمار آلاینده ترین و آب برترین صنایع جهان محسوب میشن. ما در واقع یکی از افتخاراتمون اینه که بخش قابل توجهی از لبنیات جمهوری های آسیای میانه رو تأمین میکنیم که صنعت لبنیات یکی از آب برترین صنایع است. بیش از 4 برابر صنعت فولاد آب مصرف میکنه و بخش های بزرگی از ایران مرکزی، استانهای یزد، سمنان، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، قطب واحدهای تولید صنعتی گوشت قرمز در ایران هستن. کم آبترین ها. ما برای که 1 کیلو گوشت تولید کنیم، گوشت گوساله، 15,000 لیتر آب باید مصرف بکنیم. دسته که 1 کیلو برنج 5,000 لیتر آب مصرف میکنه. یعنی 3 برابر در واقع 1 کیلو برنج که آب برتری محصول کشاورزیه برای گوشت باید مصرف کنیم. و بعد ما اینها رو مستقر کردیم در اینجا برای تولید پول، کار، ثروت. حالا توی همچین وضعیتی صنعت گردشگری کجا قرار میگیره؟ صنعت گردشگری بله برای ترددها سوخت فسیلی مصرف میشه، مشکل فاضلاب دارن، بعضی از این گردشگران محترم نامحترمانه با طبیعت رفتار میکنن، تخریب میکنن، همه اینها درسته، ولی در مقایسه با حجم عظیم تخریبی که بخش صنعت کشاورزی و معدن داره به بار میاره کاملا قابل صرف نظر کردنه. حقیقت ماجرا اینه که ما اگر 1 متر مکعب آب برای کشاورزی در اختیار قرار بدیم، این 1 متر مکعب آب حتی اکثر در مکانیزه ترین شکل و مدرن ترین شکل کشاورزی میتونه 10 شغل پایدار ایجاد بکنه. اگر همون 1 متر مکعب آب رو به بخش صنعت اختصاص بدیم، حتی اکثر میتونه 40 شغل پایدار ایجاد بکنه. اما اگر این 1 متر مکعب آب رو به صنعت گردشگری اختصاص بدیم، 180 شغل پایدار ایجاد میکنه. ما باید کاری بکنیم که یک اقتصادی در این کشور شکل بگیره که آب محور نباشه، آب گریز باشه. ما باید آب رو استحصال نکنیم، آب باشه زیربنای توسعه کشور، زیبایی های هوشربای این سرزمین ارتقا پیدا بکنه و بعد ما از محل ارائه این زیبایی ها تولید پول بکنیم، نه از محل خوردن این زیبایی ها، نه از محل تاراج این زیبایی ها. و این هنر صنعت گردشگریه، گردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی یا توریسم سلامت. اینها میتونن برای مملکت پول پایدار تولید بکنن بدون اینکه اندوخته های ما رو متاثر بکنن. البته تمهیداتی هم لازمه برای اینکه صنعت گردشگری ملاحظات فرهنگی جامعه رو رعایت بکنه و همچنین ملاحظات محیط زیستی رو رعایت بکنه. آروم آروم میتونیم به جای سوختای فسیلی از انرژی الکتریکی برای حمل و نقل استفاده بکنیم. الان توی کوپ 28 تصویب شده که در امارات متحده عربی برگزار شد برای اجرایی کردن تعهدات توافقنامه پاریس که ما تا 2050
هیچ پرنده‌ای رو در آسمان، هیچ هواپیمایی رو در آسمان نخواهیم داشت که از سوخت فسیلی استفاده بکنه. تا 2040 هیچ خودرویی رو نخواهیم داشت که از سوخت فسیلی استفاده بکنه. بعد از 2030 هر محصولی که در فرایند تولیدش CO2 تولید بشه آنچنان مالیاتی بهش وضع میشه که امکان صدورش دیگه وجود نخواهد داشت. اینها توافقات بین المللیه که توی این توافقات صنعت گردشگری کمترین آسیب رو میبینه. حالا شما اون بر ماجرا رو نگاه کنید، صنعت گردشگری باعث تعامل فرهنگی بین آدم ها میشه. صنعت گردشگری بهانه ای برای اینکه من به سرزمین خودم افتخار کنم. وقتی من میرم آبشار عشق رو در دورک اناری در سرشاخه‌های کارون میبینم، کیف میکنم که توی همچین سرزمینی زندگی میکنم که توش آبشار عشق وجود داره. بیشتر برای حفظ این سرزمین میجنگم. وقتی میرم و فرهنگ‌های مختلف رو میبینم، میرم به سمت یه بخشای از نرم و شیر میبینم که هموطنان ما اونجا از 1000 سال پیش دارن از روش تیلون دادن، کشت آدوری، گیرماسه برای آبیاری باغهاشون استفاده میکنن، برای اینکه تبخیر رو کم بکنن، برای اینکه حاصلخیزی خاک رو زیاد کنن و از کودهای شیمیایی استفاده نکنن. و بعد میبینم که دانشمندان اخیراً متوجه شدن وقتی آب رو گلالود میکنی تبخیر کم میشه. و ما تو سرزمینی زندگی میکنیم که چند هزار سال پیش مردمش اینو میدونستن. افتخار میکنیم به این سرزمین و اینا حاصل گردشگریه، حاصل رفت آمد با فرهنگ های مختلفه. من اخیراً رفته بودم یه روستایی به نام گزیر. رفتید حالا؟ اصلا نشیدم اسمش. گزیر در قلمروی شهرستان بندرلنگه است، نزدیک بستک در استان هرمزگان، غرب استان هرمزگان. و اینجا خیلی برام جالب بود آمارهایی که میدادن از اون منطقه. اینجا هیچ وقت آسیب سیل گزارش نمیشه، با اینکه اونجا سیل های وحشتناک میاد، همیشه سیل خیزه ولی هیچ وقت این گزیر سیل نداره، یعنی خسارت سیل نداره. اصلا وقتی سیل میاد مردم خوشحال میشه. حالا چرا؟ به خاطر که یه سازه هایی درست کردن و اون شدت ویرانگر سیل رو مهار میکنن، آب سیل رو پخش میکنن در یه واحه هایی، میذارن گلالودگیش کم بشه. بعد چه اتفاق میفته؟ چاهای جذبی درست کردن، آب زلال رو هدایت میکنن تو این چاه ها تا عمق 60 متر. و بعد حتی اگر تا چند سال دیگه هم بارندگی نشه، از این آب برای آبیاری نخلستان هاشون استفاده میکنن. قدمت این سازه هایی که در گزیر داره استفاده میشه بیش از 1500 ساله هنوز هست و احتمالاً به قبل از اونم بر میگرده. برام خیلی جالب بود که این مردم چگونه تونستن سیل رو نعمت کنن و نه نقمت باقا. و این دانشه یادشون هم نرفته، اینجوری مونده. آره، سینه به سینه انتقال پیدا کرده. وقتی رفتم توی این روستا 5000 نفر جمعیت داره، یک کتابخانه معظمی توی این روستا بود، باور کن تو تهران کمتر میتونی پیدا کنی. 15000 جلد کتاب داشت. رئیس کتابخانه شاید اول دانشگاه تهران تو رشته مدیریت مناطق بیابانی بود. دختر پسر نشسته بودن مطالعه میکردن. و من میگم که موفقیت اتفاقی نیست و شما میتونید با سنت گردشگری با چنین فرهنگ های آشنا بشید. پس بنابراین درسته که یک سری نگرانی ها هنوز از این حمل و نقل ناشی از گردشگری وجود داره، ولی در عمل این میتونه به تاب‌آوری این سرزمین کمک کنه. به همین خاطرم هستش که من به عنوان یک متخصص حوزه محیط زیست، به عنوان یک فعال حوزه محیط زیست، همواره از گردشگری به عنوان پرچم نجات و امید بخش بازگشت ژینایی به طبیعت ایران یاد کردم و فکر میکنم که یکی از راه‌هایی که میتونه کشور رو از کابوس ناترازی آبخانهاش، از آلودگی شدید منابع آب و خاکش، از افزایش چشمه‌های تولید گرد و خاکش نجات بده، صنعت گردشگریه. صنعت گردشگریه البته مسئولانه و البته خردمندانه. این صحبتایی که شما کردید این منو یاد این میندازه که مثلا میام توی منطقه خاورمیانه که الان نگاه میکنم، ببینم مثلا یه سری کشورها هم مثل ما، مثل عربستان، مثل امارات، اینا هم که دقیقا همین مشکل آب رو دارن،
الان خیلی دارن روی موضوع مانور میدن که برای صنعت گردشگریشون خیلی پلنای جسورانه ریختن، یه جورایی که اصلا یه بخش زیادی از جی دی پیشون رو میخوان کلا خیالشون راحت باشه که از گردشگری بخوان به دست بیارن. حتی میبینیم که روی کرده سیاسی هم بر این اساس تغییر میکنه. برام واقعا همیشه سواله که ما، خب یه چیزی هست به ما مزیت نسبی دیگه، میگن آقا یه کشور یه مزیت نسبی داره نسبت به بقیه کشور، یه چیزی راحت تر انجام میده. ما که هیچ وقت راحت تر از یه کشور دیگه ای که وضعیت آبی بهتری داره کار کشاورزی نمی کردیم، چرا انقدر رفتیم سمت این موضوع؟ یا حتی از اون زمانی که میخواستیم صنعتی بشیم، چرا صنعت اصلی و بیس گردشگری نشده با وجود اینکه ما این همه مزیت داریم به واسطه تاریخ طولانیمون؟ خیلی برام سواله که چرا، خب الان که این همه اون دانش شکل گرفته، این همه مطالعه، این همه خبرگان اومدن گفتن آقا شما بیس اون چرخنده ها رو بذارید روی صنعتی که مزیتشو دارید، چرا واقعا تا الان این اتفاق نیفتاده؟ آره، خب ما متاسفانه درگیر یک شرایطی هستیم که ازش به عنوان کسوف خرد در نظام تدبیر کشور یاد میکنن. واقعا بی‌تعارف اینو میگم، در خوشبینانه ترین حالت، چون تئوری های بدبینانه ای هم هست که میگم به عمد این کارا رو میکنن. ما به نام امنیت غذایی و به نام خودکفایی در کشاورزی داریم اتفاقا امنیت غذایی رو از بین میبریم، چون وقتی تو آبخانه‌مون آب نباشه چجوری میخواد دیگه تولید غذا بکنی؟ اینا هست. ببین همین اشاره که به درستی به امارات متحده عربی کردی، امارات متحده عربی وسعتش 30,000 کیلومتر مربع از سمنان، استان سمنان کمتره. 30,000 کیلومتر مربع، تهران بزرگ 750 کیلومتر مربع است. خب میگم یعنی چقدر این کشور از یکی از استانهای ما که سمنانه کوچکتره. و سال 2023 درآمدش از تجارت غیر نفتیش 953 میلیارد دلار بود. 953 میلیارد دلار، اگه بخوام بگم چقدر کل درآمد نفتی ما که حالا ادعا کردیم دور زدیم تحریم ها رو، گشایش های اتفاق افتاده فلان، به خاطر جنگ روسیه و اوکراین یه مقدار به ما آوانس دادن، پارسال 36 میلیارد دلار بوده. امارات متحده عربی به ماسه و شن هیچی نداره. امارات متحده عربی میانگین بارندگیش به اندازه یزد ماست، 48 میلیمتر در سال، و گرماش مثل اهواز ماست. ولی تونسته شکلی مدیریت بکنه این سرزمین رو که صدها برابر ایران با این عظمت، با این وسعت، با این تنوع خارق‌العاده، با 93 رودخانه دائمی تولید ثروت بکنه. من میگم این یه خبر خوبه. چرا این یه خبر خوبه؟ نمونه موفقه. آره، یه نمونه موفق در نزدیکترین فاصله ما. ما حتی از منظر مناطق بیابانی و کویری چشم‌اندازهای به شدت هوشرباتری از امارات متحده عربی داریم. ما کلوت‌هایی رو داریم که در هیچ جای جهان مثل این وجود نداره. ما ناهمواری‌های ماسه‌ای رو داریم که به مراتب مرتفع‌تر از ناهمواری‌های ماسه‌ای و جذاب‌تر از ناهمواری‌های ماسه‌ای در امارات متحده عربیه. حالا علاوه بر این، ما بخشایی از این سرزمینمون یخچال‌های دائمیه، کوهستان‌هایی پر از برف در چهار فصل سال. همیشه در ایران هر موقع که اراده کنی میتونی برف بازی کنی و هر موقع که اراده کنی میتونی آب بازی کنی. سرمایه های انسانی که در ایران هست، قدمت نهادهایی که در ایران هست قابل امارات متحده عربی. 1962 تازه تأسیس شده، ما 1960 سندیکای ساختمانی داشتیم تو این کشور و بخشی از نهادهای ما قدمت 100 ساله داره. اینها نشون دهنده اینه که ما اگر اینها رو درست استفاده کنیم میتونیم صدها و بلکه هزاران برابر امارات متحده عربی تولید ثروت کنیم. الان در امارات متحده عربی بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان به ظرفیت 2 گیگاوات را افتاده و ما هر سال با ناترازی انرژی روبرو هستیم. مجبوریم یا مازوت بسوزنیم و یا بخشای بزرگی از صنایع خودمون رو و شهرهای خودمون رو خاموش کنیم. خب کشور ما مطابق بررسی‌هایی که انجام شده و ساتبا معاونت انرژی نو وزارت نیرو هم تایید کرده، جزو 3 کشور اول جهان از نظر دریافت انرژی خورشیدی.
هیچ جایی در جهان نمیتونی پیدا کنی که ادعا بکنه بیشتر از ایران دریافت انرژی خورشیدی داره. کمترین میزان دریافت انرژی خورشیدی ما در سواحل شمال کاسپیان و اون کمترینش از بیشترین میزان دریافت انرژی خورشیدی در جنوب آلمان بیشتره و آلمان ها نیمی از انرژی خودشون دارن الان انرژی های خورشیدی و بادی و نو تامین میکنن. اینها مزیت هاییه که در پیش روی ماست و اگر کسوف خرد بره، اگر به جای پخمه ها نخبه ها روی صندلی های قدرت بشینن، اگر اجازه بدیم که ایرانیان احساس بکنن حرفشون، کلامشون حرمت داره و شنیده میشه و همه ایران رو از خودشون بدونن، فارغ از جنسیتشون، مذهبشون، اینکه شهروند درجه یکن، دوان، خودیان، غیر خودیان یا نخودیان، اون وقت ما این کشور رو میتونیم بسازیم به مراتب جذابتر، زیباتر و پرقدرتتر از امارات متحده عربی، عربستان و هر کشور دیگه‌ای که تو این حوزه ادعایی داشته باشه. حالا برگردیم به اون موضوع گردشگری و محیط زیست تو ایران. تا الان روند چطور میبینی؟ تا الان اگر بخوام بگیم که گردشگری تو ایران تا الان تعاملش با محیط زیست چطور بوده و آیا تو این وسط میتونیم بگیم که یک حالا جریانی هم راه افتاده که با محیط زیست همگام بوده یا نه؟ با اون چیزی که آرمان ماست خیلی هنوز فاصله داری. ما همه چیز رو نصف نصفه و نصف نیمه در واقع به آریت میگیریم، طرح فیکش رو اجرا میکنیم. اون چیزی که الان به عنوان گردشگری در ایران اجرا میشه و به شدت خسارت داره به بار میاره، اصلا گردشگری نیست، اصلا طبیعت گردی نیست، اصلا بوم گردی نیست، اصلا رنگ و بوی از اکوتوریسم توش دیده نمیشه. ولی ما داریم به بهانه این رفتارهای زشت و ناپسند گردشگری رو زیر سوال میبریم، بومگردی رو زیر سوال میبریم و این اون نکته ایه که نیازمنده اینه که دانشگاه های ما تو این حوزه کارهای ارزشمندتر بیشتری انجام بدن. دانش آموختگانی که از دانشکده هایی که در واقع متخصصان حوزه گردشگری رو دارن تربیت میکنن فعالتر باشن. ما نیاز به آموزش بسیار بسیار فراگیرتر، جذابتر و در این حال ساده تر داریم برای مردممون، برای سرمایه دارها و سرمایه گذارها در حوزه گردشگری که یاد بگیرن که چگونه یک معادله برد برد تعریف بکنن. این اون اتفاقیه که باید بیفته. اگر نمیشه مثل سرین که برای آبگرم میریم به سرین و بعد اصلا نمیریم آبگرمه کجا هست، از بس که به سطح انبوه اونجا واحدهای گردشگری بی تناسب با اقلیم و جغرافیای منطقه میسازیم. و یا مثل تنگه باشی که یه دفعه توی فصلی آنچنان جمعیتی میرزه اونجا و پر از زباله میشه، یا مثل بادام سرد و خیلی جاهای دیگه که متاسفانه ما نتونستیم از این زیبایی ها به درستی مدیریت بکنیم و استفاده بکنیم. ولی این به معنی حذف گردشگری نیست. گردشگری همچنان به نظر من یگانه پرچم نجات سرزمینیه که درگیر دریوزگی آبه. به اکوتوریسم اشاره کردید، الان وضعیت اکوتوریسم تو ایران چجوریه؟ این وضعیت بومگردی که داره اتفاق میفته الان چجوریه؟ یه صحبت دیگه هم که حالا میتونیم داشته باشیم اینه که به حال صنعت گردشگری فقط نمیتونیم بگیم که اکوتوریسم قراره که، یا حالا دقیقا روی کرده اکوتوریسم قراره که درایورش باشه و ببرتش جلو. بالاخره همه جای دنیا پولهای قوی توی صنعت وارد شده، بحث هتل‌ها و سازه‌های بزرگی هستش. اینو شاید خارج از اون بحث بومگردیه بخواد تعریف بشه. چطور میتونه اون سرمایه گذاری قوی و اون پول قویه توی کشور ما وارد بشه و محیط زیست آسیب نرسه؟ این یه نکته. نکته دومی که بومگردی تا توی ایران تا الان چه حالا ضعفایی داشته که اون آسیب رو تونسته محیط زیست بزنه و نتونسته به اون تعریف خودش در واقع با محیط زیست مهربون باشه؟ ببین، همطور که به درستی گفتی، اکوتوریسم یا طبیعتگردی یا بومگردی یکی از بخش‌های جذاب صنعت گردشگریه
سرزمین هایی که تنوع جغرافیایی اقلیمی و طبیعی دارن در حوزه اکوتوریسم حرفای زیادی برای گفتن دارن. ما در یک جایی داریم با هم زندگی میکنیم که یکی از دیرینه ترین رویشگاه جنگلی جهان در سرزمین ماست، یادگار عصر یخبندا، جنگل های هیرکانی که در میراث طبیعی یونسکو ثبت جهانی شده. ما داریم در جایی با هم زندگی میکنیم که تعداد گونه های اندمیکش، گونه هایی که در هیچ جای دیگری از جهان وجود نداره، بیش از 2500 تاست. مقایسه کنیم با اروپا که در عرضهای بالاتر هست، 5.5 برابر ما وسعت داره و تعداد گونه های اندمیکش کمتر از 1800 تاست. اینا جذابیت های خارق العاده ای برای یه سرزمین از منظر اکوتوریسم ایجاد میکنه. میلیون ها نفر حاضرن بیان، پول خرج کنن و شاهد خرامیدن یک گونه ای باشن، مثل یوز پلنگ ایرانی، تیزپاترین جاندار روی زمین که در هیچ جای دیگری از جهان جز در خارتورا وجود نداره. این هنر ماست که اینو تبدیل به ثروت بکنیم، نه اینکه حتی نتونیم یه جاده رو مدیریت بکنیم و تو این 13 سال 13 تا یوز تصادف جاده ای از دست بدیم. پس بنابراین ایران از منظر اکوتوریسم فوق العاده جذابه. به یه عبارتی ما جزو 5 یا حداکثر 10 کشور اول جهان از نظر اکوتوریسم هستیم. شما اگر تنگه هایغر برید در فیروزآباد، یا برید به ناقان در استان چهارمحال بختیاری، یا علمکو رو صعود بکنید و یا در واقع به سمت سبلان حرکت بکنید، یا برید به سمت بینالود، یا برید کلات نادری، یا حتی در ریگ یلان حرکت بکنید، شگفت زده میشید از تنوع این سرزمین. شما در سیرچ میتونید برف بازی بکنید، 30 دقیقه میایید پایین، میرسید به شهداد، در گرمترین نقطه کره زمین در چال مرکزی قرار میگیرید. اینها فوق العاده جذابه و پول سازه و فقط میگم یک خردی رو میخواد اون بالا که اینها رو مدیریت بکنه. حالا اینا رو بذار کنار اینکه به هر حال کشور ما یکی از دیرینه ترین تمدن های بشری داره، دست کم 5000 سال، و آثار این تمدن تماشاش موزه هایی هستش که شما میتونی ازش لذت ببری. استاد مرتضی فرهادی در کتاب موزه هایی در باد اومده و از این سنگ نگاره هایی که در تیمره هست در استان مرکزی نزدیک گلپایگان کتابی رو منتشر کرده، بررسی کرده 45000 سنگ نگاره ای که اونجا هست. مثلا یه نوع قوچی رو اونجا به تصویر کشیدن و یه نوع کل بز وحشی نر رو که طول شاخش نشون دهنده اینه که این کل 18 سال عمر داشته. مثلا الان اگه شما با یه متخصص حیات وحش صحبت کنین باورش نمیشه که دیگه مثلا دیگه کل بیشتر از 12 سال حالا به سطح در واقع وجود داشته باشه و اینها رو به عنوان کلکسیون ازش نگهداری میکنن. و ولی خب اینها نشون دهنده جذابیت های این سرزمین بوده که میتونی ازش استفاده بکنی دیگه. ما تو حوزه تاریخی، تو حوزه فرهنگی حرفای فوق العاده زیادی برای گفتن داریم. جذابیت هایی که در ایران هست کم نظیره. زاگرس ریشگاه مثلا گندمه، معرفی کننده گندمه و خیلی حاضرن بیان و این منطقه رو ببینن و هنوز روی این حوزه ها کار نشده. سبک زندگی عشایر در ایران، سیستم های کوچشون هنوز جذابیت های خارق العاده ای داره. ما یک فرهنگی داشتیم از 3000 سال پیش به نام فرهنگ واره که در این فرهنگ که ازش به عنوان اولین انجیوی جهان یاد میشه و بیش از گفتم 3000 سال قدمت داره در مناطق ایران مرکزی استفاده میشده، میتونستن از فراورده های شیر 52 نوع محصول به صورت اشتراکی تولید بکنن. این که میگن انجیو یه واژه وارداتیه، در واقع در کتاب فرهنگ واره که همین استاد مرتضی فرهادی نوشته اگر برید و بخونید متوجه میشید که این افتخارش برمیگرده به ایرانی ها. ما تونستیم، میگن که ایرانی ها
از نظر کار تیمی ضعیفن دیگه، کارهای انفرادی رو خوب انجام میدن. و چجوری تونستن قنات بسازن، کاریز بسازن؟ قنات ها طولشون اگه به هم جمع بکنیم گالریا رو میشه 7 برابر فاصله زمین تا کره ماه. چه ایران؟ فقط قنات ایران. و این نشون دهنده یک مدیریت جمعیه، یه مشارکت مدنیه، یه کار گروهی گسترده با قدمت 3000 سال پیش. چقدر اینا جذابه و چقدر میتونی بهش افتخار بکنی وقتی اینا رو نشونه هموطنان یا در واقع همنوعانی بدی که از جای دیگه میان و این سرزمین رو میبینن و این همه اینا جذابیت هایی که میشه تبدیل به پول پایدار کنه. من به اینا میگم صندوق های ارزی پایدار. تو صحبتتون به گردشگری مسئولانه اشاره کردید، تعریفی از گردشگری مسئولانه دارید برای ما کسان چی هستش؟ گردشگری مسئولانه، اصلا در کل بگم مسئولانه ترین شکل حکمرانی در ایران حمایت از گردشگری. مسئولانه ترین شکل حکمرانی در ایران حمایت از صنعت گردشگری. این یکی، اینو بذاریم کنار. حالا تو خود گردشگری، گردشگری مسئولانه اینه که تو به جایی که به سود فکر بکنی به برکت فکر بکنی. قبل از این که نگران تأمین روشنایی منزلت باشی در فکر پایداری روشنایی کوچه باشی. اگه کوچه روشناییش تأمین باشه تو هم ازش نفع میبری. یه زمانی میگفتن 4 دیواری اختیاری و هر کشوری فقط به فکر کشور خودش بود. الان سالانه 100 میلیارد دلار دست کم کشورهای شمال دارن هزینه میکنن برای کشورهای جنوب. چرا؟ چون فهمیدن که اگر فقط به خودشون بپردازن و همه به شکل قانونی و غیر قانونی مهاجرت میکنن به اونجا و بنیانهای امنیتی رو از بین میبرن. همین امروز داره تصاویر منتشر میشه از سمت جنوب ایالات متحده آمریکا که هموطن در واقع شهروندانی از کشورهای مکزیک و آمریکای لاتین دارن به سرعت به سمت امریکا حرکت میکنن که حتی دیوارهای مرزی هم دیگه کاری براشون نمیتونه بکنه. هر روز مشاهده این هستیم، این خبر که صدها نفر غرق میشن در مسیر مدیترانه از آفریقا به اروپا. چرا اینها این خطر رو تحمل میکنن؟ چون چیزی برای از دست دادن ندارن. پس باید در واقع چیکار بکنیم؟ اولویت رو بدیم به برکت سرزمینمون، اولویت رو بدیم به برکت زمین، کره زمین، نه فقط به کشور خودمون. اونطوریه که میتونیم پایدار باشیم. تو صنعت گردشگری هم همینطوره. یعنی اگر کسی میره یک کسب و کاری راه میندازه، یه اقامتگاه بومگردی راه میندازه، باید تلاش بکنه تا منافع این اقامتگاه بومگردیش به همه اهالی اون منطقه برسه، از کارگرهای بومی استفاده بکنه، از محصولات بومی همون منطقه استفاده بکنه. نره مثلا توی فارس یه اقامتگاه بومگردی بزنه دوغ آولی برداره بیاره. دقیقا. یا از غذای محلی هم اونجا سرو کنه. غذای محلی اونجا بیاره. جواب نداره. و سپتینگ تانک بذاره. فاضلابش رو دوباره بازچرخانی بکنه برای توسعه فضای سبزش استفاده بکنه. و در حقیقت معرف فرهنگ کهن منطقه باشه. یعنی کسی که وارد بومگردیش میشه ببینه که اینجا چه بزرگانی داشته در حوزه ادب، شعر، موسیقی و بقیه حوزه ها. اینو بهش میگن بومگردیه. اینا همه جز استانداردهای این موضوع. بله. و الان خب هممون رفتیم خونه های بومگردی دیگه، خیلی فاصله داره. خیلی فاصله با این موضوع. و چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی اصلا هیچ انگار خیلی سر این موضوع استاندارده خیلی خوب تعریف نشده. برای اینکه دستگاه متولیش یعنی وزارت میراث و گردشگری بسیار کم کار کرده. مدیران این وزارتخونه خودشون رنگ و بوی آنچنانی از سنت گردشگری درک نکردن. به خاطر اینکه دوست یک جناح خاصی بودن در هر دوره انتخاب شدن بدون اینکه فهم در واقع حوزه گردشگری و صنایع دستی داشته باشن. آروم آروم وقتی میان و یاد میگیرن هم که دورشون تمام میشه باید برن. ما هم بخش خصوصی به اون معنا در کشورمون نداریم واقعا که بخش خصوصی قدرتمندی داشتیم. اگر دولت فقط در حقیقت به حفظ امنیت مرزها میپرداخت، خودش رو کوچک میکرد
و اختیار گذران امور رو واقعا به دست مردم میداد، انقدر دخالت نمیکرد در فضای خصوصی شهروندانش، خیلی از این مشکلات رو ما به کمک تشکل‌های مردم نهاد در حوزه‌های میراث، گردشگری، محیط زیست و حوزه‌های دیگه میتونستیم حل بکنیم. من یه ملاقاتی با قائم مقام وزارت محیط زیست ژاپن داشتم و گفتم شما چند نفرید؟ گفت ما 800 نفریم. یک کشوری که 125 میلیون نفر جمعیت داره، یه کل وزارت داره برای محیط زیست، یه وزارت اداره کل داریم ته تهش دیگه. نه نه، ما هم سازمان حفاظت محیط زیست داریم، ما هم سازمان داریم که رئیسش معاون رئیس جمهوره، از نظر کاغذی قدرت ما بیشتره، ولی ماجرا اینه که اونها تو کشورشون کلن 800 نفر پرسنل سازمان محیط زیست دارن، ما 7000 نفریم و بازم میگیم کمیم. چرا؟ ازشون پرسیدم شما چجوری میتونید به همه امور برسید؟ گفت ما فقط سیاست گذاری میکنیم، همه کارا رو به مردم واگذار کردیم. یعنی محیط بان و اینا ندارن، همشون بخش خصوصیه، همشون تشکلای مردم نهادشون دارن، ان جی او هاشون دارن این کارو میکنن. ما اینجا میایم هزاران نوع انگ به فعالیت های تشکل های مردم نهاد میزنیم، با نگاه های امنیتی اونها رو میرونیم، فرایند ثبت یه ان جی او رو تا 2 سال لفتش میدیم، بعدم تمدید نمیکنیم. همه کارا میخواد دولت انجام بده و دولت هم مثل دیگه ببخشید خر تو گلگیر میکنه تو کارهای روزمرهش و مدام احساس میکنه که باز نیرو کم داره و نمیتونه به پروژه هاش برسه. پس بنابراین اگر بخش خصوصی تو این کشور قدرت بگیره به مفهوم واقعی کلمه و دولت فقط نهاد نظارت کننده و تامین امنیت باشه، خب بخش قابل توجهی از مشکلات حل میشه، چون خرد حاکم میشه. ولی همینطوری که گفتم، ویژگی بارز و رمز موفقیت ما اینه که به برکت پیش از سود فکر بکنیم و اگر بتونیم یه همچین تمهیداتی رو اعمال بکنیم، پایلوت های موفقی داشته باشیم، اون وقت این پایلوت های موفق خودشون رو تکثیر میکنه. من پارسال رفته بودم به منطقه مریوان برای اینکه از یه تشکل محیط زیستی اونجا به نام انجمن سبز چیا، به خاطر در حقیقت تلاش های شگفت انگیزش برای مهار آتش در جنگل های زاگرس قدردانی کنم. ما هدایت کردم به یه روستایی که اونجا مراسم تقدیر رو انجام بدیم و من در اون روستا دیدم که چقدر بستنی فروشی زیاد داره. خیلی برام عجیب بود، این همه بستنی فروشی چرا باید تو این روستا باشه؟ مگه چقدر جمعیت داره؟ شمردم 14 تا بستنی فروشی داشت. بعد گفتن که آقا دلیل این ماجرا برمیگرده به 12 سال پیش، یعنی سال 1190. در سال 1190 یک درخت توت کهنسالی اونجا بوده که اون درخت توت کهنسال رو صاحب این ملک تصمیم میگیره قطع کنه و بعد مردم محل میرن باهاش صحبت میکنن که این کارو نکن، چون درخت برکت داره، از اون مهمتر این که روی اون درخت یه جفت لک لک خونه دارن. اگه دریاچه زریوار رفته باشیم اونجا زیستگاه لک لک هاست. بعد اون میگه که آقا من هم یه زمین از پدر مادر به من ارث رسیده، خب خونه رو بسازم، من گناهی ندارم. بعد میگن خب یه جوری خونه رو بساز که حیات خونه بیفته تو اون درخت توته. میگه نه، خون زمینم قناص میشه. درخت و شبونه قطع میکنه. سال 1190 و بعد اهالی اون روستا، اسم اون روستا در تفیه، میگه که ما میبینیم که این زوج هر روز میرفتن یه عالمه از این خار و خاشاکا جمع میکردن روی دکل برق میذاشتن، ولی باد میامد میزد همه رو از بین میبرد. بالاخره ما انقدر ناراحت شدیم نشستیم با همین بچه های انجوی انجمن سبز چیا مشورت کردیم، گفتیم خودمون بیایم کمک بکنیم یه خونه برای اینا بسازیم، چیزی که ظاهرا براشون نفعی نداره، سودی نداره، ولی به برکت فکر کردن، به برکت، و این خونه رو ساختن و خوشبختانه اون زوج پذیرفتن و تو همون خونه مأوا کردن. خب لک لک ها تا مرداد ما در دره تفیه هستن، بعد مهاجرت میکنن، وقتی هوا سرد میشه میرن سمت مناطق گرمسیر در جنوب، و برای همین وقتی که از اسفند برمیگردن سمت قبله برمیگردن به اینا میگن حاجی لک لک. وقتی اسفند 1190 برگشتن 4 جفت بودن،
من مطمئنم که اینا رفتن با رفقاشون صحبت کردن، گفتن بچه ها یه جایی هست، آدم های باحالی داره، برامون خونه هم میسازن، مسکن مهر واقعی اونجاست، بیان داره اونجا. بستنی داستانشی بود؟ آه؟ بستنی داستانشی؟ حالا میرسیم. بعد این چهار جفته اونجا میان براشون دوباره خونه میسازن، اهالی اونجا. دقت کن اونا بهشون غذا نمیدن و هیچ رفتار اکولوژیکی اینا رو تغییر نمیدن که اینا بخوان همیشه اینجا بمونن. همون 6 ماه در سال اینجا هستن، 6 ماه هم دیگه میرن. سال 1402 که من رفتم پارسال 108 جفت بودن. الان اینجا رو بهش میگن شهر لکلک ها. هزاران نفر از هموطنان ما و حتی گردشگرای خارجی میان که در تفریح تماشا کنن. خب وقتی میان اونجا میخوان بهشون ازشون پذیرایی کنن، بستنی فروشی را میفته، اقامتگاه بومگردی را افتاده، برند در تفی خشکبارش رونق گرفته، مهاجرت معکوس اتفاق افتاده. چرا؟ به خاطر اینکه مردمی در دره تفی زندگی میکردن که به جای سود به برکت فکر میکردن. و باز چرا؟ به خاطر اینکه ما خیلی چیزها رو نمیدونیم. اگه اون آدم بده تو این قصه نبود که اون درخت رو قطع کنه، شاید در تفی در تفی نمیشن. بعضی موقع ما عجولانه قضاوت میکنیم، بعضی موقع فکر میکنیم که قصه تلخیه، ولی قصه ها تلخ نیستن. اگر به نظر تلخ میرسن، برای اینی که هنوز تمام نشده، باید اجازه بدیم تا تمام بشن. این یک به نظر من درس بزرگیه از این که اگر ما در طول مسیر زندگیمون همیشه به برکت بیشتر از سود فکر بکنیم، در نهایت خودمون از مواهب این برکت بهره مند میشیم. یه مثال خیلی بارز از این که مردم محلی اینقدر آگاهیشو داشتن، اینقدر دانششو داشتن، اومدن یه کاری بکنن برای محیط زیست، ولی از اون یه منافع گردشگری هم درشون ایجاد شده و خیلی جذابه. باز از این مثال ها دارید که ما جاهای دیگه هم اتفاق افتاده. مثلا میخوام بگم من میدونم خب به حال ما برای بحث یوز آسیا یا یوز ایرانی خب خیلی تا الان رویدادهایی بوده، اتفاقایی افتاده، به حال اتفاقای شاید ریشش هم مردم بودن برای اینکه بخوان این موضوع رو اینجور پروموت کنن، ارتقا بدن. این موضوع تا الان باعث شده که یه اتفاق گردشگری هم بیفته. باز اگه مثال دیگه هم اینجوری دارید به نظرم خیلی جذابه. آره، خوشبختانه این مثال ها زیاده تو کشور ما. هر چقدر بیشتر این توفیق رو داشته باشی که ایران رو بگردی، با صبوری پیدا میکنی. همون گزیری که من بهتون مثال زدم یه همچین ویژگیه. الان ده ها مستندساز رفتن اونجا در مورد این شهر و زندگی مردمش مستند ساختن. گردشگرای زیادی میان گزیر و کتابخونش و شیوه در واقع مدیریت منابع آبیش رو بررسی میکنن. یه جایی در منطقه پاقلات رفتی؟ نه اسمش مشخص نرفتم. پاقلات توی استان فارس در قلمرو شهرستان لامرد، که اونجا هم یه پرنده هست که اون پرنده بهش میگن کمنزیل، یه جورایی مثل مرغ جیرفتی میمونه. خب کمنزیل ها صدای هوشربایی دارن، خیلی صداشون قشنگ، ولی گوشت لذیذی هم دارن و متاسفانه مورد شکار بیرویه قرار گرفتن. توی معرض انقراض هم؟ در معرض انقراض. یکی از اهالی اونجا به نام علی نصیری با من تماس گرفت که آقای درویش، این کمنزیلا رو مردم دارن نابود میکنن و میکشن و تعدادشون به شدت کم شده. گفتم علی تو چیکاری؟ گفت من تکنسین تعمیر لوازم الکترونیکی هستم. گفتم ولی دمت گرم که نگران کمنزیل ها هستی. گفتم مردم جمع کن توی حسینیت و مسجدت و بهشون بگو که اگه این کمنزیل ها از بین برن، تعداد ماهی ها تو تالاب کنار پاقلات کم میشه. بعد گفت آقای من چه ربطی داره؟ گفتم ببین فضله این کمنزیل ها وقتی تو آب میرسه میشه غذا برای ماهی ها و شما درآمد صیادیتون در واقع وابسته است به این ماهی ها و این ماهی ها غذاشون وابسته است به این کمنزیل ها. در نتیجه تو دیگه تنها نیستی، صیاده و ماهی ها میان کنار تو قرار میگیرن برای اینکه دیگه کمنزیل ها رو شکار نکنیم چون به ضررمون تمام میشه. وقتی ملخ ها حمله میکنن، سربازهای جبهه مقدم
کمنزیلها. کمنزیلها این که نمیذارن ملخها خسارت عمده ای به کشاورزی و باغها بزنن. پس کشاورزا و باغدارا را میاری تو جبهه خودت تا دیگه اونها شکار نکنن کمنزیلها رو. کمنزیلها وقتی فضلاشون رو زمین میریزه حاصلخیزی خاک رو زیاد میکنه، دیگه لازم نیست کود شیمیایی بدن، کیفیت محصولشون بالاتر میره. کمنزیلها آفات رو کنترل میکنن، دیگه مجبور نیستین سم بزنین و محصولتون ارگانیک تر میشه. و کمنزیلها صدای هوشربایی دارن. صبح در یک روستایی با صدای کمنزیل بیدار شدن چقدر لذت بخشه. میتونه یه جاذبه باشه خودش. میتونه یه جاذبه باشه. 6 ماه بعد به من زنگ زد. گفت درویش میشه بیاد؟ گفتم چیکار کردی؟ این کاری که گفتم انجام گفت آره انجام دادم. حالا بیا. گفتم به خدا خیلی کار دارم. گفت نه تو رو خدا بیا. انقدر اصرار کرد که رفتم. اگه نمیرفتم واقعا باور نمیکردم که جوونا توی پاقلات به راننده ها میگفتن یواش برید. چرا؟ چون کمنزیل ها روی تخ توی معابر عمومی پاقلات نشسته و مردم دیگه به اونها هیچ تعرضی نمی کنن. این چهره استثنائیه. هزاران نفر الان میان به پاقلات تا همین منظره رو نگاه کنن. کجا تو میتونی کمنزیل رو در نزدیکترین فاصله به خودت روی تخم نگاه کنی و گردشگریشون رونق پیدا کرده و خودشون حالا شده یه مرجع. دهیارای روستاهای اطراف میان میگن شما چیکار کردید به ما هم یاد بدید این کارا رو بکنید. یا اگه مثلا شما دیزباد بالا رفته باشید، دیزباد بالا در حد فاصله نیشابور تا مشهده، یه روستایی معنیش میشه باد سرد، باد سوزان، خیلی بادای سردی داره اونجا. اما اول روستا یه تابلوی هست با این مضمون: مبادا شکار، مبادا تبر بر درخت و بهار، محیط و زمین را نکو پاک دار. عجب بردمی هستن. ببین توی روستا یه میثاقنامه 10 ماده هست، اولین بندش اینه: کسی در دیزباد بالا حق نداره درخت بلند قدر رو قطع کنه. چرا؟ فهم کنی؟ درخت بلند قدر چرا؟ از باد سرده جلو گیر میکنه؟ نه، دو درخت بلند قدر پرنده ها با احساس امنیت لونه میسازن. چرا پرنده ها تأثیر داشته رو زندگیشون؟ و اون چرا حالا پرنده ها براشون مهمه؟ چون همونجوری گفتم پرنده ها باعث میشن کرم خرات گردو و گیلاس کنترل بشه، دیگه از سم استفاده نکنن. گیلاس و گردو دیزباد خیلی معروفه تو خراسان رضوی و برندشونه و همین خاطر مردم عموما ثروتمندی هستن. توی برکه ها، توی حوضچه ها، استخرهاشون همیشه یه تیکه چوب میندازن در دیزباد بالا. چرا؟ برای اینکه پرنده ها، زنبور ها، پروانه ها میخوان آب بخورن غرق نشن. غرق نشن. اینجا مردم ایرانن که اینجوری دارن زندگی میکنن. نزدیک به 1 قرن که اونجا قتلی اتفاق نیفتاده. هر سال به بهترین لبخند جایزه میدن. میگن تو وقتی قشنگ میخندی فقط حال خودت خوب نیست، حال همه کسایی که تو رو نگاه میکنن هم خوب میشه و میتونه روستای ما، آبادبوم ما به یک مقصد گردشگری تبدیل بشه. الان هزاران نفر میان دیزباد، یه دونه اول ورودیش 15,000 تومان از اینا میگیرن، یک کیسه زباله بهشون میدن و میگن اگر این کیسه زباله رو پر شده به ما برگردونی، یعنی زباله اونجا باقی نذاری، پولتو بهت برمیگردونیم، یه بسته کلوچه هم بهت جایزه میدیم. هر ماه یه پولی رو اهالی دیزباد خودشون داوطلبانه میدن، یه یگانی درست کردن به نام یگان حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست دیزباد بالا تا حفاظت بکنن از مایملک محیط زیستیشون. خب در زمستان ها که باد سرد میاد و برف میپوشه منطقه رو، اهالی دیزباد تو جیباشون دانه ارزن دارن، میپاشن روی برفا که پرنده ها بدون غذا نمونن. خب اونجا اقامتگاه های بومگردی زیادی رو افتاده، گردشگر زیادی میاد و رونق پیدا کرده، چون قبل از اینکه به سودشون فکر کنن به برکت سرزمینیشون فکر کردن. این ماجرا در کلمرد، در منطقه کهنوج، در الگن، در استان کوکیلو بویرامد، در دمچنار، در پاتاوه و در خیلی از مناطق دیگر کشور خوشبختانه
را افتاده. از ریشهش از کجا بوده؟ دیزبات مثلا بالاخره همش بحث آموزش دیگه. بله ببین دیزباد شما وقتی بری میبینی مثلا تأسیس اولین مدرسهش 1123 و توی اون مدرسه درس زبان انگلیسی و محیط زیست میدادن. دیزباد 250 معلم بازنشسته داره. موفقیت اتفاقی نیست. گزی رو دیدید دیگه چه اتفاقی افتاده. کار ما اینه که اینا رو تکثیر کنیم. کار ما اینه که اینا رو تکثیر کنیم. و در واقع نشون بدیم که چه فرهنگ ارزشمندی در این کشور بوده و این جذابیت ها رو نه فقط ایرانیان که بقیه هم بخوام بیان ببینن. تو ماجرای جنگ جهانی دوم وقتی که آلمان پاریس رو اشغال میکنه اولین دستور هیتلر اینه که موزه لوور رو تخلیه کنن و همه آثار ارزشمندش رو ببرن به برلین. خب موزه لوور خاطره مشترک همه فرانسوی هاست. آثار مفاخر فرانسوی ها و غیر جای دیگه اروپا و جهان اونجاست. فرانسوی ها به موزه لوور افتخار میکنن. یکی از بهانه های افتخارشون به فرانسوی بودن آثار یگانه که در موزه لوور بوده. یک گروه داوطلب شکل میگیرن 186 پارتیزان و اونا تصمیم میگیرن اون قطاری که آلمان ها میخوان تمام اموال موزه لوور رو با خودشون ببرن به برلین سقفش رو رنگ سفید بزنن. چرا؟ برای اینکه وقتی که هواپیماهای متفقین میخواد بمباران کنه این قطار رو یادشون باشه که این واگن رو نزنن. این واگن رو نزنن. برای اینکه مطمئنن که بالاخره جنگ تموم میشه و این اموال رو میتونن برگردونن. و اینها بهانه های افتخار به فرانسوی بودنشونه. به جز 9 نفر همشون تو این ماجرا کشته میشن. بر اساسش فیلم های سینمایی زیادی ساخته شده. اما سرانجام میتونن سقف اون واگن رو رنگ بزنن. چرا براشون انقدر مهم بوده؟ برای اینکه این همون چیزیه که باعث میشه فرانسه فرانسه بشه و پاریس به قطب گردشگری جهان تبدیل بشه. و یکی از جایی که هر کسی میره پاریس میره اونجا موزه لووره. ما محیط زیستی ترین شاعر ایرانمون کیه؟ وحشی بافقیه. میگه ما درخت افکن نیم، آنها گروه دیگرن، با وجود صد تبر یک شاخ بیبر نشکنیم. وقتی رفتم بافق انتظار داشتم که اشعار این محیط زیستی ترین شاعر ایران در معابر عمومی بافق به چشم بیاد. هیچ خبری نبود. رفتم پیش شهردار میگم آقای شهردار این چه وضعیه؟ یا آقای درویش من اصلا نمیدونستم این محیط زیستیه. گفت خیلی خوب حالا که فهمیدی بزن به شهر بافق زادگاه محیط زیستی ترین شاعر ایران خوش آمدی. خونش رو بیا دوباره رونق بده. بعد سرش انداخت پایین گفتم چی شده؟ و حقیقتش خونش رو ما تو تر گسترش آبریزگاه مسجد جامع شهر تخریب کردیم. ببین ما از اون بهانه هایی که میتونیم بهش افتخار بکنیم به راحتی میذاریم. گورش کجاست؟ قبرش کجاست؟ وسط یا پیاده را افتاد تخریبش کرد. ما سرمایه های اصلیمون، خزانه های اصلیمون، صندوق های ارزی پایدارمون اینها هستن که هم برای ایرانی ها و هم برای غیر ایرانی ها جذابن. جوان ها چرا تو سفر رفتنن؟ چون فکر میکنن اینجا که چیزی نیست برای افتخار کردن بهش. چون ما چیزی بهشون معرفی نکردیم تو کتاب های درسی ما. و این کاریه که گردشگری میتونه بکنه. یک گردشگری خردمندانه و مسئولانه میتونه کاری بکنه که ما به ایرانی بودنمون افتخار بکنیم. خیلی این دوتا در هم تنیدن را، یعنی وقتی بحث محیط زیست و بحث اون برکته رو و بحث گردشگری شما بهش صحبت میکنید، اصلا به نظر میاد که مهندس پروژه های مشترکی باید تعریف بشه. و چون الان مثلا محیط زیست یکی از فعالای محیط زیست، کنشگر محیط زیست یکی از کسایی هستند که به شدت الان درخواست دارن احتمالاً از دولت که آقا صنعت گردشگری رو برو بنداز، پولتو از اونجا در بیار. یعنی یکی از اصلی ترین تقاضاهاشون احتمالاً این موضوعه. ولی این
چیزی که شما فرمودید و به نظر میاد که بومگردی توی ایران داره از خود همون مناطق بومی شروع میشه، یعنی احتمالا یه نفر از اونجا اومده تو تهران یه درسی خونده و دوباره برگشته، مثلا مثالی که راجب جنوب زدید راجب اون پرنده ها، و خب یه نفر از تهران اومده دیدی احتمالا پیدا کرده، حالا نه تهران منظور که حالا بالاخره یه آموزشی رو رفته خارج از اون محلی که همیشه بوده رفته دیده. آیا تا الان توی سازمان محیط زیست یا حالا توی در واقع اون زیر مجموعه وزارت گردشگری همچین برنامه بوده که بیان یه سری آدمای خاصی تو هر منطقه‌ای که حالا آبش تحت خطره، یک کیوونی توش تحت خطره، یک گیاهی توش تحت خطره، یه سری آدمای خاصی رو بیان اونجا بهش آموزش بدن، اونو بفرستن تو دل جامعه؟ چون بالاخره شاید از منی که اینجا نشستم کسی نپذیره این حرفو که برم توی منطقه با زبون خودم بخوام باهاشون صحبت بکنم، ولی خب اون تاثیر اون آدمه که میره با زبون خودش با لهجه خودش با خاطرات مشترک خودش با آدم صحبت میکنه خیلی بیشتر. تا الان یه همچین داستانی رو ما داشتیم یا اصلا سیستماتیک نبوده همه اینا به خاطر خود مردمه؟ ببین خوشبختانه الان شبکه‌های اجتماعی این فضا رو فراهم کرده که حتی شما در دورافتاده ترین مناطق کشور هم بتونی ارتباط برقرار بکنی، یافتهات رو بروز بکنی، دانایی فردی به آگاهی ملی تبدیل بشه و کمکاری های حاکمیت و دولت به یه جورایی در واقع تعدیل پیدا بکنه. الان خود جامعه بومگردی کشور برای خودشون تشکل هایی درست کردن، هر سال دور هم جمع میشن، من خودم چند روز دیگه دارم میرم به ارگ رادکان که اجتماع در واقع جامعه بومگردی کشور اونجا، هر سال اینا دور هم جمع میشن، تبادل اطلاعات میکنن، تجربه هاشون رو به اشتراک میذارن تا مجبور نباشیم که دوباره چرخ رو از اول اختراع بکنیم. این اتفاقات داره میفته و اتفاقات امیدبخشی هم هست. امیدوارم در این دوره در انتخاب وزیر میراث فرهنگی که برای اولین بار در واقع مسعود پزشکیان در واقع اختیار انتخاب وزیر رو داده به یک کارگروهی که جمعی از متخصصین باشه تسهیل بشه، آروم آروم ما بریم به این سمت. ما خودمون 150 تا کارشناس بودیم که سالهاست تلاش کردیم به حاکمیت بگیم که آقا ما بعد از اقتصاد آب محور فاصله بگیریم. همین هیچ وقت حرف ما رو جدی نمی گرفتن. ولی سال گذشته بالاخره سند امنیت غذایی کشور در دولت ابراهیم رئیسی تصویب شد و ابلاغ شد. مطابق این سند ما باید 30 میلیارد متر مکعب مصرف آب در بخش کشاورزی رو تا افق 1411 کم بکنیم و 45 میلیارد متر مکعب ناترازی در آبخانها رو کاهش بدیم. چه راهی وجود داره برای اینکه این اتفاق بیفته؟ مردم پول میخوان، ثروت میخوان، کار میخوان. یکی از راهاش اینه که بریم به سمت گردشگری، گردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی، توریسم سلامت. یعنی الان بسترش برای اولین بار در عالی‌ترین سند جمهوری اسلامی هم به تصویب رسیده. من همیشه گفتم اگه قرار باشه امید بخش در این سندی رو که در طول 45 سال بعد از پیروز انقلاب در ایران تصویب شده معرفی کنیم، میگم سند امنیت غذایی ایران با فاصله و این میتونه همه اون مطالبات رو محقق. بخش خصوصی خب خیلی تو گردشگری داره کار میکنه، حالا تا در واقع بخش مختلفی که دارن سرویس میدن، حالا آژانسن، اپراتور تورن، ارزم به حضورتون که یا تو مقاصد دارن کار میکنن. اگر حالا بخوایم به کسی که دارن تور برگزار میکنن و اینا یه سری نکاتی رو بگیم، اجنس این که آقا اگر میخواید یه تور محیط‌زیستی داشته باشید، اگر یه تور برگزار میکنید میخواید که به قول شما این تور برکت هم داشته باشه و بتونید این روند رو داشته باشید، بالاخره چند نفر یه زنجیره‌ای باید یه سودی بهشون برسه تو اجرای این توره که بخواد کار شما هم تداوم داشته باشه، چه نکاتی رو برای این فعالان دارید؟ مهمترین توصیه من اینه که ایران رو بشناسن، فرهنگ ایران رو بشناسن، بدونن که نماینده چه فرهنگی هستن و احساس غرور کنن از اینکه ایرانی هستن. تو وقتی منزلت داشته باشی احساس غرور کنی از شخصیت، نمیری تو صف بزنی، تای صف وای میسی، چون میگی مبادا یکی منو ببینه، من آدم مهمی هستم، من با شخصیتم. کارهای بزهکارانه رو آدمهایی انجام میدن که چیزی برای از دست دادن ندارن. تو پس اولین کاری که یه تور لیدر باید انجام بده، کسی که تو این حوزه داره فعالیت میکنه، که اینکه فرهنگ خودش رو بشناسه. من یه ملاقاتی داشتم با همین
مقامات وزارت محیط زیست ژاپن و ازشون پرسیدیم که شما الان دارین رو چه حوزه کار میکنین. یه خانومی بود، پروفسوری بود، 73 ساله بود، گفت ما الان داریم روی مفاهیم جدید توسعه یافتگی کار میکنیم با همتایانمون در کشور اسکاندیناوی، سوئد، دانمارک، نروژ، فنلاند، کره جنوبی، سنگاپور و چند تا از ایالت های آمریکا. گفتم یعنی داری چی کار میکنی؟ گفت ببین یه زمانی ما فکر میکردیم که شاخصی جامعه توسعه یافته اینی که برای همه شهروندانش فارغ از رنگ پوستش، جنسیتش، طبقه اجتماعیش، مذهبش فرصت های برابر ایجاد کنه. میگفتیم این جامعه یه جامعه توسعه یافته است، دموکراسی به معنی واقعی کلمه اونجا وجود داره. الان به این نتیجه رسیدیم که شاخصه جامعه توسعه یافته علاوه بر این که باید برای همه شهروندانش فرصت‌های برابر ایجاد کنه، از این گذشته باید برای همه زیستمندان ساکن در اون سرزمین حرمت حیات قائل بشه، چه انسان باشه، چه حیوان باشه و چه گیاه باشه. ما از دموکراسی رسیدیم به بیوکراسی، از مردم سالاری رسیدیم به زیست سالاری. بعد من بهش گفتم خب اون چیزی که الان شما بهش رسیدین ما 1000 سال پیش بهش رسیدیم. من یه خنده کرد که شما جهان سومی همیشه تو توهم گفتم اولا اون دموکراسی که تو میگی، خب ما یه آدمی داریم به نام ابوالحسن خرقانی که میگه که هر کس در این سرا درآید، هر کس نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، حتما بر خان بوالحسن به نانی ارزد. 800 سال پیش ابوالحسن خرقانی اینو میگه. و بعد ما یه شاعری داریم به نام سعدی، همزمان با ابوالحسن خرقانی زیست میکرده و وقتی میخواد از این شاعر دیگری که 200 سال قبل از خودش زندگی میکرده با احترام یاد کنه، از بین همه اشعار اون شاعر یعنی فردوسی، از بین همه اشعار شاهنامه میگه چنین گفت فردوسی پاکساز که رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. و خودش اضافه میکنه سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. یعنی تو به شرطی هموطن منی که ادامه زندگی تو منجر به آزار یک مورچه نشه. این اگر بیوکراسی نیست پس بیوکراسی چیه؟ میدونی با کنیشش چی بود؟ بعد از اینکه این مترجم به وزارت خارجه با بدبختی این رو ترجمه کرد براش، گفت یه خود نیمخیز شد، گفت میشه یه بار دیگه این شعر رو بخونی؟ و وقتی که خوندم گفت خوش به حالتون که یه همچین مفاهیم عمیقی رو میتونی به زبان مادریتون درک کنی. وقتی تو به اینجا برسی دیگه ایران رو ترک میکنی؟ دیگه از اینکه ایرانی هستی حالت بد میشه؟ میمونی و میجنگی برای اینکه بقیه هم ایران رو همونطوری که تو شناختی بشناسی. پس کسی که تو حوزه گردشگری داره فعالیت میکنه، اولین و مهمترین توصیه هم اینه که ایران رو بشناسه. و وقتی که ایران رو شناختی و فهمیدی که داری از کجا دفاع میکنی، بری سراغ اینکه فهم بوم شناختیت، سواد محیط زیستیت رو هم زیاد بکنی. یه سری رفتارهای ساده رو خودت انجام بدی و از بقیه بخوای که انجام بدن. از کیسه پلاستیکی کمتر استفاده کنی، تو توی کولت یه قمقمه داشته باشی، یه ماگ شخصی داشته باشی، یه کیسه پارچه‌ای داشته باشی، دست کم 2 روز در هفته از پروتئین گیاهی استفاده بکنی، تا 2 طبقه از آسانسور نری بالا، همه تو رو میبینن و تو هم این کارو میکنه. دوچرخه داشته باشی، خیلی از مسیرها رو با دوچرخه بری و نشون بدی که زیست بومت رو و در واقع کنشگری محیط زیستی رو کاملا درک کردی و میدونی که چه خطری الان جهان رو در بر گرفته و هر چقدر بتونی به سمت کربن صفر حرکت کنی تو بردی. ولی همش اولش برمیگرده به این که تو احساس بکنی آدم مهمی هستی و آدم مهم احساس میکنی که در سرزمین مهمی به دنیا اومده. اون حس حالا وطن پرستیه آره. بالاخره درایور و راهگشای این موضوع. خب الان تو آستانه تشکیل دولت جدیدیم و به حال داره مدیرای ارشد سطح محیط زیست و گردشگری هم دارن مشخص میشن.
حالا اگر یکم بخوایم خیلی شفافتر بگیم که الان واقعا انتظارات چیه، اولویت بندی ها چیه، و کنشگری مثل شما الان اگر بخوام تو یک دو سه بگن که بعد مدیران امر اینو بزن تو اولویتشون، فکر کنید چه مواردی که باید رعایت بکنن؟ واقعیتش اینه که کاری که باید رؤسای متولی محیط زیست، فرهنگ، گردشگری در کشور ما انجام بدن اینی که به حاکمان این کشور، به رهبران این کشور نشون بدن که محیط زیست یک فرصت نه یک چالش. محیط زیست موی دماغ توسعه نیست، محیط زیست بستر توسعه است. اونها باید راههایی رو نشون بدن که این راهها با تقویت ارزش‌های محیط زیستی منجر به تضمین سرمایه‌گذاری در کشور میشه. اونها هستن که میتونن مروج اقتصادی باشن که آب محور نباشه. و مثال بزنن از جاهایی که ملاحظات محیط زیستی رو ما ذبح کردیم. ما دریاچه ارومیه رو به بهای تولید کشاورزی نابود کردیم. ما هورالعظیم رو به بهانه استحصال نفت از میدان آزادگان نابود کردیم. ما بختگان، تش، کمجان، ارژن، پریشان رو در استان فارس به بهانه اینکه در تولید گندم سرآمد بقیه استان باشیم از بین بردیم. حالا چی شده؟ حالا چشمای تولید گرد خاک افزایش پیدا کرده، مهاجرت افزایش پیدا کرده و اتفاقا مزیت‌های اقتصادیمون هم از بین رفته. پس با عبرت گرفتن از این درس‌ها امیدوارم که مسئولینی در این دو وزارتخونه راهبردی قرار بگیرن که نشون بدن که این دو وزارتخونه اتفاقا نور دیده حکومت ایرانن و نه موی دماغش. اگر همین کار رو بکنن من به نظرم میرسه که گام بلندی به سمت توسعه پایدار واقعی برداشتیم. واقعا امیدوارم این اتفاق بیفته. هم به یه سری مسئله فرهنگی ما خیلی کمک میکنه. بحث مهاجرتی که داره اتفاق میفته واقعا اذیت کننده است. هم مهاجرتی که از روستاها به شهرها داره اتفاق میفته، هم مهاجرتی که از شهرها داره به خارج از ایران اتفاق میفته. همین کشوری که شما گفتید به اندازه سمنان هم نیست، الان چقدر تو ایران متقاضی دارن که برن ویزای اون کشور رو بگیرن، پول زیادی ببرن اونجا سرمایه گذاری بکنن، در حالی که اگه همین پول همینجا بمونه شاید بتونن هر کسی تو اون ایده بومی خودش بتونه کسب و کار خیلی پر رونق داشته باشه. و واقعا امیدمون اینه که امسال یه سال عطفی باشه واسه صنعت گردشگری با دید پایداری و مسئولانه. مرسی، خیلی عالی بود، فوق‌العاده بود، من خودم خیلی یاد گرفتم ازتون. امیدوارم که بازم مهمان ما باشید این استودیو. ممنون از حضورتون. اگر میخواد خداحافظی بکنید. درود بر شما و به نظر منم گفتگوی خوبی بود و به امید روزهای بهتر. سلامت باشید. ممنونم، مرسی از اینکه ما رو دیدید و شنیدید. متشکرم، خدا نگهدار.